خب برعکس بیبی بوی الان دقیقه دو سه ویدیو بذار بگم داستانش براتون چیه آقا امروز داستان ویدیو راجع به هاست و پول و گلدیگری و مهریه و کیپ خرج بکنه تو رابطه دیت کلا راجع به پول بین دختر و پسره. اینو من این نظر دارم میخوام راجع اون صحبت کنم گفتم دیگه یه آدم معدب بیارم که چون من خودم یه عصبی میشم چیزا رو بهش فکر میکنم یه آدم بیارم که آروم باشه منم آروم کنه با همگی بتونیم راجع به خوب صحبت کنیم ببین سوال من غلط زیاد بگم من نمیدونم چرا اپیزودایی که من با تو میام تایتلش سوختیه برای من برای تو روش برای من سوخته <تصفح> نمیشد نظر راجع شهر بازی گیم اون چیزا رو تا زن پول سکس موتور هزار رو براش بفرده اینجا تایتلیا ولی در خدمت هستم برای قبضی که مثلا من هیچی نمیخوام بگم که من هر چیز دیگه هم میخوام تو نظرت با مهریه چیه مهریه باشه نباشه یه دقیقه اجازه بده لاجیکلی برنامه این برنامه یه جوری باید پیش بره که خود مکسنس بکنه تو که زنداری و بچه داری چرا اول نمیگی چرا یه آدم کسخلی مثل من که از عقلیه و اول این چیزا رو بگه تو زنداری طبوله. تو تو من ایرانی زنداری طبوله. مهریه رو میشس بگو پس من یه داستان برات تعریف کنم که جالب هم باشه میشه توش سکس تو نام باشه که کششش کینش داشته من الان با هم کاری نمی‌کنیم لطفاً قانون های یوتیوب رو رایت کن باکن با من با و النا با هم نماز میخونیم یوتیوب و همه و خنده صحبت میکنیم همه آدم رو دوست داریم اهیشی اه بدن رو نمیاد دنیا یوتیوب دنیای یوتیوب خاکسته اینگاه یه چیز دیزاین کرده دنیا حرفا دنیا... چیزی از عروسک سورتی حتی که تو هم میگه میگه هرچی میخوای بگی بگو بول نمیدم نه ما این هم ما میگیم آقا من میگم آقا بذار از اینجا شروع کنیم شما اومدی یه تایتل به ما دیدید به من مهریه من در موردش صحبت دارم میشناسم خب بس بگم ولی میخوام اول یه مرد زنده مثل تو که تجربه قشنگ اینتراکشن داره با این قضیه حرف بزنه ببین من خب تو زندگیم دیده بودم هر کسی که خره و میره تو این داستان مهریه یه جا دهنش سرویس شده یعنی اگر واقعا یارو تو پاچش نرفته بود دیگه هفته یه بار ماهیه بار زنه یه تیکه میندازه بابا من اگه ب... مثلا بهت گفتم یه دونه فلان چیزا بخر یک هزارم مهریمه این هم نمیتونی بدی یا مثلا یک کاری نکن پاشم من مهریم بزنم به اجرا یعنی اگرم نکرده باشه تو چونه یارو اینجوری دم درش داره میمالتش اینجوری تو احساسش میکنی اینجوری موی باستن روی فلان خانومه هست روی دیلدوی خانم. بعد واسه uh, من گفتم که خب من هیچ وقت با این موضوع نمیرم توش اصلا فکرش هم نکن بعد یه تو سخه داشتم که همیشه روش صحبت میکنم هم هفت سال دوست بودیم و خیلی آدم واقعا بی خود و مزخرفی بیه حالا نگفته بود اینا بعد تعریفش میکنم یواش یواش uh, خیلی آدم راجبش یه حرف نمیزنم ولی مثلا تو ویدیو اگه مثلا بخوام راجب آدم بد صحبت کنم بچا یاد زن. بگیره عکساشم بفرست تو رو خود رو داشت نشی <laughs> دارم عکس دخترشم دارم بعد میفزن. مرسی عزیزم بگو بعد این این دختر اومد شروع کرد که آقا من مثلا مهریه میخوام و اینا بعد من خواهرم که ازدواج کرده بود مهریش نمیدونم چند بود مثلا سه هزار تا سکه طلا بود خب کسی تو این مایه ها ولی خب چرا ما خانواده درست حسابی هستیم از این کندوازی ها نداریم وقتی خواهر من با یارو جدا شد اصلا حتی یه بارم به یارو نگفت مثلا مهریه چی با هم بودن گفتن که گفتن نمیخوایم با هم باشیم از هم جدا شدن رفت طرف خودش رفت طرف خودش یعنی اصلا حتی یک بار هم صحبت مهریه حتی تو خانواده ما نیومد بالا مثلا هم... تعداد این ب... میگم دیگه برای چوسیه توی ام... چیز. فراتر از چوسیه حالا برو جلو برای چوسیه توی مثلا همون عقد و اغدو... عروسی انفا بعد ام... من این دختره که مثلا چیز بود اینو میدونست خانواده همه آماده که آره ما دختران رو اونو مثلا این هم میبینیم دیگه هرچی که باسه صدف جون نوشتن همون واسه ما هم اوکیه بگم خب ما دقیقه صدف جون مثلا پشتش پره شما سگ کی باشی خلاصه من گفتم که نه من نمی کنم این کارو هر کاری که گفتم نه ببین دختر شما هر روز که ما دهن ما رو سرویس کرد با عدد 9 من عدد 9 مورد علاقه عدد 9 مورد علاقه گفتم من بهش نه تا سکه میدم به خاطر آ... چون میگفتن رسم و رسومه گفتم آخه رسم و رسوم به زشت نکنیم گفتم خیلی خب اگه رسم و رسومه من نه تا سکه میدم هم اه... یه چیز دینی متونم بهش واسه میتونیم بکنیم بگیم نه تا فلان چیز تو اینم عدد نه نهتو... تا عدد مورد علاقش بیاریم توش اگر میخواین چیز بکنین پلان دارین میخواین خونه من بزنین نمیدونم میخواین چوسی خفنی بیاین یه میلیارد سکه طلا من که ایران برو نیستم من که به شما هیچ وقت این پول رو نخواهم داد پس اگه قرار یه کاری بکنیم که مثلا بیمنی باشه بذار باحالش کنیم دیگه میگم یک میلیارد سکه طلا من به شما میدم این دو تا آپشن رو من به این خانواده دادم گفتم یکیش انتخاب کنین یا 9 تا یا یک میلیارد سکه هر کدوم خودتون میخواد دیگه اینا توی این موندن و هیچ وقت جواب ندن و اصلا دیگه ما قبل از اینکه مثلا جدی تر بخوایم بشیم رابطمون پاشید اصلا رفتیم و من به قول نجات پیدا کردم یعنی یعنی رابطه تو با این دختری که باش هفت سال بودی از بحث مهریه رفت به سمت فروپاشی خانوادگی نه 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 اصلا رابطه آریدی خیلی بد بود من اصلا نمیخواستم با این آدم باشم ولی چون بچه بودم توی رابطه گیر کرده بودم نمیفهمیدم فکر میکردم دیگه باید توش باشم بعد اصلا یه روز من تو اتاق که تو واقعا نمیخواد از من خواستگاری کنی گفتم که نه سک... چیز... چی... یه به من بدی دستم کردم توی یه دونه گافتنده و بغلم تو آفیسم داشتم بازش کردم یه دونه ده هزار دلاری در آوردم گذاشتم رو میز آمریکایی هم گذاشتم رو میز گفتم که بیا ده هزار دلار برو واسه خود یه دونه انگوشتر بخر بعد رفت واسه خودش یه خرید و من داد به من که من این انگوشتر رو مثلا یه روزی بهش بدم بعد شب ندادم بعد تو این پروسس هم هی صحبت دیگه بود دیگه مثلا میگم خب مثلا مهریه چقدر میخوایم بکنیم مثلا بعد خب اوکی این بحث جدی اگه یه روزی خواستیم میشه بزنیم حرف اینو زده باشین مثلا بعد من گفتم من پریناب میخوام یعنی اینکه امضا کنی من هرچی دارم مال خودمه وای دوباره نه و فلان و من اصلا بهم برخورد برخورده تو این حرف رو میزنی و گفتم چی بهت برخورده خیلی خیلی ساده یه که نه ما امضا میکنیم که من هرچی پول اونم تو این رابطه مال من میمونه هرچم تو پول اولی رابطه مال تو میمونه پریناب با معنیش نیستش که همیشه همینه مال قبلشه یعنی اگه من تو میام تو رابطه با هم بعد با هم دیگه 10 میلیون دلار پول در بیاریم اون ده میلیونی که با هم درآوردیم آوردیم نصف نس نصفه ولی اگه من 100 میلیون تو من بوده که با اون 100 میلیون هم استفاده کنیم این ده میلیون در بیاریم اون 100 میلیون مال من میمونه ولی اگه پرینام نشه بشه اون 100 میلیون امکان داره به بره بازم متفاوته داستانش ولی اینه معنیش منم گفتم به دختر میگفت من نه من پرینام نمیخوام اون حرفا گفتم که نمیخوام منم نمیخوام مامانش اومد تو داستان بعد مامانش گفت که آره سوالی خیلی حرف بدیه میگی پرینام گفتم دایوس تو داری من مهریه میخوای وقتی مهریه میخوای شعورت نمیرسه اون چیز احمقانه و بدیه این بیزنس نیست گفتم چجوری بیزنس نیست تو داری برای من از من امضا میگیری که من قرار با این آدم بمونم تو داری جریمه من جریمه نقدی میذاری که مگه نخواستم این پتیاره رو بمونم باش بعد انقدر سکه طلا بدم که بخوام ولش کنم بعد فلان 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 به سال و تو میگی این بیزنسی نیست چی از این بیزنسی تره این مهمترین بیزنس زندگی منه چه کوسچری تعبیر من این بیزنس نیست بعد مامانه گفت آخه من دختری که من تربیت کردم من میدونم این دختر هیچ وقت نیست حالا دختر پتیاره گل دیگه یعنی جیجیتون تون مکس ها ولی میگه آره این دختری که من تربیت کردم اینجوری نیست دختر گله حالا من تو مغزم میدونم دخترش جند است ولی نمیخوام بهش بگم هم <applause> گفتم که گفتم از شما یه سوال میپرسم شما الان حاضری بنویسی که بگی این دختری که الان شما تربیت کردی 15 سال دیگه هم همین آدمه هیچ چیش عوض نمیشه گفت نه گفتم خب پس تو که دخترت نمیتونی بهش اعتماد کنی چرا انتظاری داری من بهش اعتماد کنم این آخرین جمله بود که من به مامانه زدم که دیگه مامانه قفل کرد مثلا فکر کنم مثلا هفت هشت مامان من اند رفت دید هیچی جواب نداد گفت اوکی سوهل جان دیگه امیدوارم خودتون به یه چیزی برسین مثلا و گوشی قطع کرد و خدافزی خدافزی من فکر کردم همین روده در رو بود اینترکشن داشتی سینماشو گرفتی نه؟ نگو تلفنی بوده تصدیر سازی میکردم سوهل گفت ببین ما در دستی اونی که تو گفتی اونی که تو گفتی جلوان بود بعد مهماشو گرفت ببین من هم چون فکر میکنم این میزی یه مثلا پشتش استخر تو مثلا یه مهماشو ببین ما در دستی کرد داستان من بود من گفتم که آقا من اصلا نمیفهمم این مهریه و اینا چیه بعد کلا من چیزی که مثلا باش مشکل حالا بعد من این مشکل بعد اصلی من با دختر به تو میگم راجب پول ولی حالا تو به من لطفا بگو نظر راجع این اتفاقی مثلا افتاده چیه تیک چیه اون حرفی هم که خودش تو اضافه کن ببین اول از هر چیزی که باید بگم تایتل تایتل خیلی خیلی تریکی و خیلی کثیفیه به خاطر اینکه الان با درتی شو میشه به خاطر اینکه من میخوام بخوام حرف بزنم راجع به مهریه خب مهریه رو اصولا همه جای دنیا ندارن خیلی توی میدلیست داریم یا یک جایی که کالتن و قبیله هستن یا با مذهب میاد دو حالت ازش ما میتونیم بگیریم یکی که میگه که آقا آن چیزی که من در ازای بودن با تو میدم چون دوستت دارم میشه یک هدیه که این که خارج از بحث مذهبیه یه حالت دیگهش هست میگه بلاعوضی می که میدی جهت نکاه که سندیتی هستش برای اینکه که تثبیت بکنه زن و که به این راتیم توی طلاقش بدی یعنی زمانته یعنی یک جوری به عنوان ضمانت میکنه که من نظر شخصی خودمه نظر شخصی من اینه که از لحاظ انسانی امریز فاسد از لحاظ وا... اون چیزی که اتفاق میفته اون چیزی که واقعیت امریز قابل قبول به خاطر چی به خاطر اینکه لازم انسانیش بز صحبت بکنیم پی خورده اونایی که جپ میخوان بگیرن فوش به من بدن. نه این حرف میزنه قدش هم کوتاه اونم که میخواد اینو بگن یه ده سانتی دارن رو قد ما. قدت واقعا چند ده؟ من تا نپرسم قدت چند ده. به هم به تو گفتم من قبلا من گفتم تو ویدیو نمیگی اون اول ولش کن قد من حالا من آكی 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 یک, یک دو هم من 5 سانتم کل کلا. عرضم به حضور است که ببین میگه علاج انسانی من اینو میگم که این چیز مورد قانون است. ما میایم میگیم از لحاظ انسانی زن و مرد با هم برابرند ولی در واقعیت اینطور نیست. ولی در واقعیت اینطور نیست. حالا الان مست. یک سریو قاطی میکنن میگن نه چی الان میریم جلو تو دونه, دونه میریم جلو. این از یه تایتل کلیه از باات انسانیش. از لحاظ همین واقعیت که صحبتو کردیم که میاد توی بخش اینکه به مذهب و فرهنگ ما میرسه. حقیقت اینه که یک زمانی تا به الان مرد زن رو میخره و زن تمایل به فروش رفتن داره مثل بز یعنی نه نه, من... نه این قبول ندارم مامان نه. باباها بچهشون رو میفروختن نه خب نه خودشون هم تمایل اون حرف تو درسته اون اون حرف تو مال زمانیه که تو قدرت تصمیم گیری نداری خب برمیگرده به خورده عقبتر یا برمیگرده به یک سری های خیلی خاص حرف درسته این وجود داشته من در مورد تمایل شخصی زن و مرد صحبت میکنم یعنی مرد تمایل خرید زن رو به عنوان کالای مصرفی داشته است بیشتر و میتواند داشته باشد که این چیزی که در استمرار حال ما میگذره یه حالت دیگه هم داره که زن یعنی این سایدش سایده, سایده دیگه که زن هم دوست داره کالای مصرفی باشه مثلا برای مثال این مرده که توی تاریخ خار خودش رو گاید کار بکنه و زن سعی کرده خودش رو شکیلتر زیباتر گرونتر بکنه به نسبت اینکه که بخوای ببینی پا به پای تو داره یه حرکتی میزنه میاد جلو حالا الان یه سری قاطی میکنم میاد این, چهر... این حرف یعنی چی کس کشه کچل پنی سانتی قدتم که یک کشسته این یارو چیزایی میگه داستان اینه که آ جیدن هم بچه ها دوتا دیدن دو تا چیز دیدم تو اینترنت آقا این مغلطه که من میگم سوال چطور مغلطه یه بز خیس کردی آقا چه مغلطه این مغلطه کی بهتون یاد داده نه این مغلطه یه کیر وارونه بود این مغلطه پیرمرد مادر جنده است از <تصح> <تصح> این مغلطه اسمایی میذارن رو مغلطه نمیدونم فعلا این زمین خیلی لغزنده از این <تصح> پیرمرد مادر قبه است آقا حرف میزنم فقط حرف بزنید خیلی خوبه حالا داشتم چی بهت میگفتم آ چی داشتم میگفتم مغلطه کردم یادم رفت میگفتی که از نظر انسانی درست نیست از نظر چیزام درست نیست چون یه کاری خیلی زحمت بفروشن من من الان از تو یک سوال دارم سوال اقتصادی تو به من کمک کن که به یه نتیجه ای برسیم قبل از اینکه بیام سرغت یه تو پروز بزنیم اونور چون زنتم خوشگله بچه ها که مدارید مارو نگاه میکنید من از شما یک سوال دارم وجدانن از جنوب ایران بچه های جنوب کالیفرنیا بکنهای غرب بکنهای اینور بده ها، همه مدل ها عزیزا تاج سرای من سرورای من چند درصدتون وقتی که آبتون میاد تمایلی که قبل از اینکه آبتون بیاد و نسبت به جنس مخالفتون دارید و فقط به خاطر اینکه حفظ موقعیت بکنی نیست که طرف رو بغل میکنید و همون حس و انتقال میدید وقتی که ارضا میشید وجدانن وجدانن بچه ها بیایید بنویسید من باید با آقایون صحبت میکنم بیایید بنویسید زیر این, این ویدیو که آقا که من اینجا اگر ن... ببین اونایی که هیتر منی تو ویدیو بعدی فوش نه اینو بدید جاش اونجاست یه دقیقه کنترل کنید اینو بنویسید به نتیجه برسیم که آقا من مشکل جنسی و فکری دارم اینکه یه حقیقتی است بین ما مردها که زن تا اونجای قشنگه که هنو آبت حالا من از تو میخوام یه ای سوال یه سوال بپرسم یک فرض بر محال میزنم که کمک میکنه به حرف زدن همونطوری که دکتر رفتن تو کمک کرد برابطه جنسی من میخوام تو بپرسم من میخوام تو ما از اینه بردشی بسن ارزم من تو میخوام بپرسم سوال اقتصادی احساس رو از دو جنس زن و مرد بگیر کانشسنس و تکنولوژی و فناوری و سیویلیزیشن اصر نوین جهانی و تکنولوژی رو بیا رو کار آن چیزی که انسان بهش میاندیشه میاندیشه تو اگر احساسات نداشته باشی و در پس اون نیاز جنسی نداری چی کار با زن داری؟ بهترین آشپز زنه؟ بهترین کتاب نویس زنه؟ نه بهترین خیاط زنه نه بهترین اصلا میگم باشه من میگم هست من حاضرم غذا بد بخورم لباسم بل... نه نه, نه 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 نه, دیگه <تصفح> زن نه نه نه. نه تو بهش تو بهش دیگه نگاه جنسی نداری تو دیگه نمیفهمی من یک مثل یک فرض بر محال بد زدم تو دیگه زیبایی زنو و احساسات رو نمیفهمی تو یک دستگاهی هستی که داری کنترل میکنی ذهن تو و تنها کاری که من اصلا هیچ کاری با خانم ندارم دیگه اصولا ما با مردها کار داریم پس این حرفا این نیستش که حالا من بعد تهش هم به خانم توضیح میدم چرا داریم میره جلو اولش که من ابایی ندارم از گفتن آن چیزی که هم واقعیت دارد هم و میتونم حقیقت هم دارد یعنی واقعا در هر دو حالت رو داره هر فکر هم واقعیت داره هم حقیقت داره یعنی یک چیز صد درصد ابایی درش نیست پس زن و مرد برابر نیستن ما افعه خواستیم اینو بدیم تایتر تا بیام جلو که آقا زن نمیگه مرد... کی بهتره میگه برابر نیستن حواستون باشه نه من گفتم کی بهتره من, من گفتم تو نه تو <تصفح> نه دروغ نگو دروغ نگو تو حاضری برابری تو حاضری. 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 حاضری تو حاضری پسری که تازه رانندگی یاد گرفته تازه تو تونسته یه خلبان بشه رو بری بشین تو هواپیماش دختره وجدانن بگیر نه خب هیچ کدوم هیچ کدوم هم مادر جندگی تکاسیه میخوای زنده بمونی باید بری دیشب بشیم با دو نفر صحبت میگردیم آخه دیشب شدیم با دو نفر صحبت میگم که جفتشون دارن مدرسه حالا پهم ها میدن یعنی دارن خراب میشن بعد داشتم فکر میگم که من حاضرم هم برم سبایی که حالا پهم نمیشم امکان نداره مدرسه دو, دو. ولی اگر تو فهم بذاری انتخاب کن پسر رو انتخاب میکنم همون شد و رفت